بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و و سلام علی رسول الله و علی آله و اصحابہ و من والا باز هم خوش آمدید موضوع بحث ما امروز در برنامه اقرا صلح و امنیت از نقطه نظر دین مقدس اسلام است صلح و امنیت از موضوعات خیلی مهم و مبرم اجتماعی در دنیا اسلام به خصوص در افغانستان به شمار میره که امروز ما سخت نیازمند هستیم به این اصل اخلاقی اجتماعی دین مقدس اسلام وا تمام دنیای اسلام به یې سخت نیازمند است از نقطه نظر اسلام در خلال آیات و احادیث مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و زندگی صحابه کرام ما صلح و امنیته د برنامه ان شاء الله به بحث و بررسی می گیریم اگر پرسش هایی در این زمینه داشته باشین شما علاقمندان برنامه می به شماره 655 با ما تماس بگیرین و همچنان شماره ای که در صفحه تلویزیون هایتان دیده میشه پرسش هایتان با ما در میان بگذارین ان پاسخ لازم ارائه میشه در پیوان به سال و امنیت قرآن کریم در سطوح مختلف مورد توجه و مورد بحث قرار داده سال و امنیت از حدود از فردی گرفته تا ساحه خانوادگی و از خانواده فراتر در سطح اجتماع و فراتر از اجتماع در, سطح جهان دین مقدس اسلام به موضوع سال و امنیت توجه و تأکید کرده امنیت فردی از موضوعاتی است که بود روانشناسی اسلام به او سخت توجه داره شخص از همه بیشتر به امنیت روانی و صلح درونی خودش نیاز داره که در نظام اخلاقی اسلام به گونه خیلی عمیق و گسترده به موضوع صلح درونی انسان توجه شده به این معنی که میان ماده و معنا میان روح و نفس و گرایش های متضاد یا متناقضی که در وجود انسان هست و همیشه در کشمکش میان هستن تشویش و استراب و دغدغه هایی را ایجاد می کند در درون انسان اول دین مقدس اسلام به برقراری صلح و آشتی میان دغدغه های درونی انسان تاکید می کند برحال برنامه را دنبال می کنیم یک تماس داریم تماس میگیریم گیریم بله بله خوارگرامی می شتمین بله بله سلام علیکم با فرماین گرامی ببخشین استاد محترم راجی به نماز چاشت من نمی یک نماز است یعنی خب میگن که نماز چاشت اگر از شما در باری از همی برمه معلومات بتین دیگر تشکر از برنامه بسیار خوبتان موفق باشی درست است تشکر تشکر خارگرامی خواهر ما پرسیدن که در رابطه با نماز چاشت نماز چاشت که از نمازهای مسنون از نمازهای مسنون است که در احادیث به او اشاره شده و فقها بحث کردن در رابطه با نماز چاشت ما شما دو نماز داریم که نماز اشراق است که بعد از طلوع آفتاب خوانده میشه و یکی نماز چاشت است که قبل از زوال خوانده میشه ساعت های ده بجی روز به اصطلاح ما شما نماز چاشت خانده میشه ساعت های ده ده و نیم نماز چاشت میگه دو رکت یا چهار رکت اگر بخوانیم نفل از نمازهای مسنون و دارای فضیلت است اما بهتر از نماز چاشت نماز تحجد است که مداومت داشته باشیم اگر ما بتانیم همیشه دو رکت نماز شب پیش از وتر بخوانیم خیلی زیاد فضیلت داره و به این مداومت خیلی از نقطه نظر تقوا و ایمانداری ارزشمند است موضوع صلح و امنیت مورد بحث امروز ما هست که دین مقدس اسلام سخت به تاکید کرده بیشتر اشاره کردیم به موضوع صلح درونی میان دخته ها یا گرایش های درونی انسان فراتر از این که زمانی که نظام اخلاقی دین مقدس اسلام میان گرایش های متضاد یا متناقض درونی انسان امنیت و صلح و آشتی را برقرار می کنه بعد از او میان اعضای خانواده موضوع صلح مطرح می شه که قرآن کریم در آیات متعدد به موضوعات حرمت گذاشتن به اعضای خانواده و حرمت گذاشتن به بزرگان نوازش و شفقت کردن خردها کوچکها تأکید کرده اشاره کرده همچنان احادیث موضوع احسان به والدین مطرح است و موضوع مسائل احترام حرمت گذاشتن به مادر به خصوص و رعایت احترام متقابل میان اعضای خانواده و همچنان یگانگی و همبستگی اجتماعی بر حال موضوع, موضوع دنبال میکنیم ان بعد از یک تماس بله بله سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید فرشته خانم مولایس بله همین پدر این مکم پایز درد میکنه در خان نماز میخونه باز در پشتی سرش ما نماز میخونه در یک اتاق هم نماز میخونه ما نماز ما چرا کم میشه؟ نماز پدر میشه؟ نماز جماعت هدفتان است نه از همین مثلا می سرکی چاش دیگه همی رقمی دیگر شام درست است درست است تشکر خواهر یکی در مای رمزان در مرسی رفتنه میتونم در خان نماز خوفتنه میخونه در ترابی درست است درست است برنامه رو دنبال بکنید انشاءالله به پرس شما پاسخ میگیم کسانی که مزور هستند و نمازهایشان در خانه میخوانن هیچ مزایقه نیست فقه اسلامی خیلی وسیع و گسترده هست برای کسانی که مزور هستند امو پاداشی میرسه که قبلا اگر به مسجد می رفتن و نمازهایشان در مسجد ادا می کردن بعدا عذر شرعی که پیش می آیا انسان مانع می شد از رفتن به مسجد اما پاداش برش می رسه که در خانه نماز بخوانه موضوع دوم امامت هم در خانه زمانی که مزور می پدر یا بزرگ خانه رفتن نمی تانه می تانند در خانه امامت بکنن هیچ کدام مانع نیست و خیلی بهتر است امو فضیلتی که نماز جماعت داره او فضیلت سایر اعضای خانواده هم می آفه. موضوع دیگری که کسانی که عذر دارند یا مزرعت شرعی دارند در نمازهای تراوی فرض میتونن به جماعت خوانده نمازهای تراوی را باز هم مانع وجود نداره تراوی سنت است مهم فرض است که باید در نمازهای جماعت خوانده شود به حال یک تماس داریم تماس میگیریم بله نرگس خوار بفرمایید سلام و علیکم السلام و رحمت الله میخواستم یک سوال بکنم از من خود برام موجود مرمان ایمان دارم که موجود دورم حالا کلان شدیم مستای رو فرزان شدیم شوار که این دوتا دارم میخواستم حالا یاد دارم پنج سوره را یاد دارم میخوانم نماز میخوانم پنج وقت میخوانم نماز من میسه یا نمیشه پنج سوره را یاد دارم تشکر از ماست شما خواهر برنامه رو دنبال بکنیم با پاسخ سوال خواهر ما بعد از یک وقف کوتاه ان میپردازیم امید است برنامه را با ما دنبال کنید <applause> باز هم خوش آمدید موضوع بحث امروز ما سال و امنیت از نقطه نظر دین مقدس اسلام است پیشتر یک سوالی را دریافت کردیم از یکی از خواهران که در پیوان به رفتن زنان به مسجد پرسان کردن رفتن زنان به مساجد کدام مانعی وجود ندارد در اصل اما زمانی که جامعه مشکلاتی داشته باشه مشکلات امنیتی وجود داشته باشه میان خانه و میان مسجد دو صورت باز بهتر از برای زنان که در خانه نماز بخوانند یک نقطه دومی که خواهر ما پرسان کردنی که پنج سوره سوره های کوتاه قرآن کریم حفظ دارن بهتر است که امروز با زمینه های وسیعی که وجود دارد برای آموزش قرآن کریم برای حفظ سوره های قرآن کریم خواهرای ما به خصوص خیلی زیاد توجه بکنن باید سوره های بیشتر حفظ کنن و با تجوید باید قرآن کریم بخوانن معنا و مفهوم قرآن کریم باید بفهمن بر حال خیلی ما نیازمند هستیم که بیشتر به قرآن کریم رابطه داشته باشیم و بیشتر تلاوت بکنیم یک تماس داریم تماس میگیریم بله سلام علیکم و علیکم السلام ورحمۃ اللہ تاسو ما ته راځم اکبر تاسو ما سره تماس لرم تاسو ما یو شی زه غواړم پوسټ کوم یا کید دوست خو عالمای دین مو او د پرواه باندې تعزې نژاد تاجک اسي او پښتون اسي او زه راځم تاسو به بار کوم درته نوو مبینم یو کی از اقوامي کرابره پیش میشانی ملاهی برازی کت کت میکنه و خاطر ایک در قوم مثلا ملاه آیا امی از نگاه دین اسلام گناه ندارد همی که ساری علماء دین ما احمدی چای مرسود بد است نکمتیار خوب است یه خوب است نه و دوستان قهرمان است نه دوره طوره زیادتر علماء دین ما همی که پده مو موافلشان دامن میزنن آیا همی از نگاه شریعت منای که همی نیست دور از زمین هست میخواست شکر تشکر اکبر برادر از تماس شما یک جان سپاس برنامه را دنبال کنین موضوع تعصب برادر ما اشاره کردن تعصب یک بیماری اجتماعی هست که در جوامع جاهلی مروج بوده و تعصب برخواسته از پیوندهای قبیلوی و خانوادگی است در گذشته ها وقتی که ما بینیم در عرب ارتباطات خانوادگی و ارتباطات خونی بود که نظام خانوادگی را شکل داده بود بر مبنای روابط خونی و خانوادگی یا قبیلوی از همدیگر حمایت می‌کردند متاسفانه جوامع عقب مانده مانند جامعه افغانستان ما شما که با اصول و اساسات اخلاقي ټولنیز دین مقدس اسلام زیات سوزګری داره و انا هم با اصول اساسات نظام دیموکراسي چې امروز اومده برمطنوي امو سیستم قبیلووی چې ترگذشته‌ها دورېهای جاهلیت جوامع انساني بوده هنوس اثرات یې او نشانهای یې در جامعه ما هست تبیز او تعصبی کې وجود داره د قرن کې ما ژوندې میکنیم دقیقاً برخواسته است انگیزههای جاهلی و انگیزههای فرهنګی است کې با اسلام سخت در در تضاد در تکر است

ای کوښکه ای حدیث مبارکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کسانی که تعصب میکنن بداننن و در عین زمان که خوده نسبت میدن به اون حضرت صلی الله علیه و سلم پر هلهک تموساریم تموس میگیریم گلصوم خواهر بفرمایین bale vai assalam alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ma moula ta basik aw al ramat kasa kami bilan tar sohbat kunai khawari grami awaz shoma ro daram ا یو څه سوال درمهسته؟ وفرمای. سوال اوله ول مامت مولای صاحب نو دا معنا څه است؟ مه بخښین باز میره تکرار مېشه وکنین خر. سوال اوله اول مامت چې معنای نو دا مولای صاحب چی است؟ سوال دوه مامت څه چې نمازې قضاې دا څه وځه؟ نو دا نو دا نو دا معنا یې څه مې ته؟ خوب سوال دوه مې شوم سوال دوم همین که مولای صاحب که نماز قضایی داشته باشه یا تحجید خانده می درست سوال سیوم شما پرسش دیگر برحال خواهر ما یک کلمه را پرسان کرد که نودا بود و یا هم لودا بود درست گرفتن تانستیم سوال دومشان در رابطه با نماز قضایی بود وقتی که وجود داشته باشه نماز فرضی را آدم خوان نمیتونه یا نمیتونه بلی دقیقا خوان نمیتونه نمازهای فرایز در وقتشان نمازی که قضا میشه و قضا شده اما کوشش کنه انسان که نمازهای دیگری که وقتشان فرا میرسه او ترک نکنه به خاطر نماز قضایی او در وقتشان بخونه وقتی که فرصت مساعد شد نماز قضایی را هم بخونه موضوع بحث امروز ما صلح و امنیت از نقطه نظر دین مقدس اسلام است در رابطه با صلح و امنیت اگر پرسش داشته باشین با ما تماس بگیرین بهتر است که روی موضوع به گونه متمرکز صحبت بکنیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در رابطه به اصلاح میان زوجین در برخی احادیث اشاره کرده و تاکید کرده که روزی ان شاء الله بحث میکنیم یک تماس میگیریم تماسن بلی دلی سلام علیکم مستور و علیکم السلام و رحمت الله اسوژن ما هروم دیه سم هر کنده دې بیکځای وکړو ما دمو کار تاسې نشته او موږ خپل دېست ما دمو کار شمه ما از این دکات میشه بتون میره برای اولادای می میبخشین باز میشه تکرار بکنید خواهر میپرسشتانه پرسش ما یه خانه ما شد خواهر فاو کرده دقیقا یا چند پیاد کار میکنه کسا سرش کار میکنه برای ما مادم ها روان میکنه ما از این دکات داره یا نه کدام خواهر است که برای شما کمک میکنه نه خیلی نه پیسیم پیسی دکار است خواه خواه درست اس، درست است درست است درست است درست از پرسش شما را گرفتیم خواهر برنامه را دنبال کنیم خواهر ما پرسش مطرح کردن که یک مقدار پولشان در کار است و جریان داره فایده زو می آید و از امرار معاش می کنه شوهرشان وفات شده کدام مانعی وجود ندارد زنها خانمها عین شکل مردها از حق مالکیت آم و تام برخوردار هستند میتونن پولشان در جاهای سرمایه گذاری کنن هر جایی که منافع خوبتر و بیشتر داشته باشه سرمایه گذاری کنن و ممنوعیتی در رابطه با کار خانم البته با در نظر داشت رعایت حجاب و رعایت اصول و های دینی وجود نداره از تمام حقوقی که مردها برخوردار هستند از تمام حقوق اساسی زنها نیز برخوردار هستند یک وقفه کوتاه داریم ان زود برمیگردیم برنامه را با ما دنبال کنید باز هم خوش آمدید موضوع بحث امروز ما صلح و امنیت از نقطه نظر دین مقدس اسلام است صلح و امنیت از موضوعات فطری الهی در نه تنها در میان انسان ها بلکه در میان تمام موجودات است وقتی که ما نگاه میکنیم به زندگی مرچه ها نگاه میکنیم به زندگی حیوانات در جنگل و نگاه میکنیم به زندگی پرنده ها و تمام موجودات در یک هماهنگی و در یک انسجام ویژه در یک نظام دقیق زندگی میکنند در فضای مسالم که سرشار از امنیت است. اما در این میان که انسان نسبت به تمام موجودات برتری داده شده، کرامت داده شده از طرف خداوند متعال، متاسفانه در نتیجه سرکشی های نفسانی و در نتیجه تغییان های هوا و هوس و در نتیجه سرکشی از امر و فرمان خداوند متعال موضوع سال و امنیت اجتماعی را بر هم میزنه و به کشمکش و جنگ و جدال و قتل و خون ریزی در میان هم میپردازه قرآن کریم در دو سطح موضوع صلح میان بشر مطرح میکنه یک تماس داریم بر تماس میگیریم بله بله خوار بفرمایید بله سلام علیکم و علیکم السلام ورحمت الله لې بحثندار یا کوم bale؟ مې شته مو وسمره دا راو مدو بیت خور یګل شي ماستا یګ مشکل درم مثلا د وخت تورت کول نش مشکل دره کې نه میتن د وسر تورت کول څنګه نه فکر میتن کې در وخت کې نه کولای تاسو اشتباه هستم مثلا فکر میکنم دانشان خون آمده یا دوستانشان سطر شده در یک جایشان دوست داره نمیتنه درست است سوال دیگه ما بله سوال دیگه ما این است که امین نماز استخاره اگر در بابا تا هر چیز باشه ما دو خانه درست میگوشه درست است خواهر برنامه رو دنبال کنین اگر پرسیشی نداشته باشین انشالله پاسخ میگیم به سوالات شما سوال اول خواهر مایی بود که در رابطه به وضو در هنگام وضو کردن و تهارت کردن دچار شک و تردید و وسوسه میشه در یک حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که شیطان شما رو وسوسه میکنه به هنگام تهارت کردن و همچنان به هنگام نماز خواندن شما بر مبنای غالب گمانتان پیش برین آنچه که در باور و عقیده تان درست است بر مبنای زمو پیش برین اما گاهی شک و تردید که بیشتر میشه تا زمانی که انسان متیقن نمی باشه به با شکستن وضویش یا متیقن به موردی که شک کرده متیقن یقینش به او حاصل نمیشه از او باید صرف نظر بکنه و او را درست بپنداره و مغالب گمان خود توری توجیه بکنه که شیطان است مرا وسوسه میکنه وسوسه را باید کنار بگذاره کوشش بکنه انسان با باورمندی و با عقید داشتن به که شیطان وسوسهش کرده ای وسوسه را کنار بگذاره با گذشت زمان از این طریق وقتی که انسان تمرین میکنه وسوسه شیطان دیگه از ما شما گم میشه هم در هنگام وضو کردن و هم به هنگام نماز خواندن موضوع دوم نماز استخاره یکی از نمازهای مسنون است در احادیث وارد شده وقت معینی برشته این نیست علما برخی علما میگن که از طرف شب اگر خوانده شود بهتر است اما یک انگیزه که در جامعه ما در رابطه به نماز استخاره وجود داره که انسان بعد از نماز استخاره باید خواب ببینه خواب دیدن هم اساس و اصل شرعی ندارد بلکه گاهی امکانش است که انسان در نتیجه استخاره کردن در نتیجه خواندن نماز و استخاره خواب ببینه اما امکان این هم است که خواب نبینه خواب اصل و اساس شرعی بعد از استخاره نداره استخاره در مورد ما میکنیم که بین دو امر متردد می باشیم که کدام یکی خیر است از خداوند خیر طلب می هر جانبی که هست ما را توفیق بده استخاره می بعد از او اراده می کنیم اراده که میکنیم ان خداوند در اراده ما خیر مقدر میکنه و ما شما را توفیق و هدایت میبخشه در پیوند به صلح و امنیت که موضوع بحث امروز ماست بیشتر اشاره کردیم که قرآن کریم در دو سطح بعد از که به عنوان نظام فطری اجتماعی در میان تمام زندجان هایی را مطرح میکنه قرآن کریم در دو سطح متفاوت موضوع کش پیشکش میکنه یکی در سوره در آیه 13 هم سوره حجرات است که خداوند متعال به تمام انسان ها خطاب میکنه یا یوحناس انا خلقناکم من ذکر و انثا ما شما را ای مردم بدون تفکیک و در نظر داشته مسلمان و کافر تمام مردم دنیا را مخاطب قرار میده که ما شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم و جعلناکم شعوبا و قبائل ما شما را شاخ شاخه و قبیله قبیله گردانیدیم به این معنی که انسانیت یک پیوند عمیق انسانی در میان هم دارند گذشته از ادیان و گذشته از مذاهب گذشته از تبعیض تبعیض های تباری زبانی و مسائل دیگر در سطح پوینتر به ګنې خاص قرآن کریم مسلمانانو ته موارد خطاب قرار میده کې انما المؤمنون اخوه مؤمنان در میان هم برادرستان فاصلحوا بین اخویکم شما مصالحه کوئ بین برادرانتان در حدیث هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تشریح میکنه به یی کې مثال مؤمنان در محبت او مهربونی در یگانگی و همبستگی در تعاطف و تراهم میان همدیگر مانند پیکر یگانه ای هست یا مانند جسد یگانه ای است که وقتی عضوی از او به درد بیاید سایر اعضا در تب و بیخوابی همراهش شریک می شوند این نشان میده همبستگی عمیق ایمانی و اسلامی میان و مسلمان را. در آیه قرآن کریم در سوره آل عمران هم می که و به حبل الله جمیعا ولا تفرقو چنگ بزنید به رسن توحيد الهي يا قرآن الكريم ولا تفرقوا از هم نپاشيد در ادامي از اي الله عليكم یاد کنید احسان و منت الهی رو بر خودتان اذ کنتم اعداء وقتی که شما در میان هم دشمن بودی یعنی پیوان های قبیلوی و پیوان های اجتماعی ظالمانه بود که نظام شما را شکل داده بود کنتم اعداء فالف بین قلوبکم خداوند الفت برقرار کرد میان دل های شما الفت عبارت از همان پیوند ایمانی انسانی مستحکمی هست که مسلمانانو رو به هم رابطې شانه تضمین کړل فالف بين قلوبكم تفسيري اول عمران او سوره توبه مې وايي چې در خطاب رسول اكرم صلى الله عليه وسلم خدوان متعال ميگه چې لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم اگر تمام اون چه در زمین است انفاق بکنی نمیتونی الفت میان دل اینا برقرار بکنی اما پیوند ایمانی رک خداوند متعال برقرار ساخته او از طریق مادیات و از طریق کسب بشری به دست نمی آیا. بلکه از طریق ایمان به دست و از طریق نظام اخلاقی که دین مقدس اسلام را برای ما تبلیغ کرده موضوع صلح و امنیت هم از موضوعات اخلاقی اجتماعی دین مقدس اسلام است که از طریق پیوندهای ایمانی انسانی میتونه شکل بگیره به اساس خداوند متعال در یک آیه دیگر هم اشاره میکنه که و این طایفتان من المؤمنین اقتتلا فاصلحوا بینه بینهما اگر دو طایفه ای از مسلمانها و ان طایفتان من المؤمنین اقتتلوا اگر دو طایفه ای از مسلمانها در میان هم می جنگند ف اصلحوا بینهما شما میان آنها مصالحه بکنی ای سطح به موضوع صلح میان دو گروه مسلمان اشاره کرده قرآن کریم که بالای مسلمانا فرز است ف اصلحو بینهما میانشان باید مصالحه برقرار شوه در آیات دیگر پایین تر قرآن کریم به موضوع مسال همیان هم زوجین اشاره میکنه که گاهی کشمکش و مشکلات میان شوهر و همسر به وجود می آید و این طبیعت زندگی است در نظام خانوادگی که زوقا و سلیقه ها به هم گاهی آشتی نمی داشته باشند کشمکش ها و مشکلات پیش می آید در فضای خانواده پیش می آید قرآن کریم به این هم اشاره کرده و تاکید کرده که یک نماینده از طرف زن و یک نماینده از طرف شوهر میان هم بشینن و به منازعه خانوادگی میان زن و شوهر پایان بدن یک تماس داریم تماس میگیریم بله یسرا خواهر بفرمایید خوش اومدید بچه‌م برو بشونجه بله خواهر آواز ما دارین یسرا خواهر بفرمایید په هر حال تماس ما قته شد فکر مې کوم یم یو تماس دیگر درېم بلې لیلو ښار به فرمايم ما ی مشکل درنه ستنه لمنه ستوت نشو انم نسره متاسون میگیره بازه دا نه مان تزیار ميره درسته اگر پرسه نشه داسټو پشین خارګرامی برنامه رو دنبال بکنید انشالله پاسخ میگم برای شما یک وقفه کوتاه داریم انشالله زود برمیگردیم با ما باشید باز هم خوش آمدید موضوع بحث امروز ما صلح و امنیت از نقطه نظر دین مقدس اسلام است یک تماس داریم تماس میگیریم بلی بله سلام علیکم استاد السلام و رحمت الله قدیر برادر خوش آمدید خوشبوش نسید استاد محترم سوال ما ایست تک که در خاطر ارتباط سال حمیه هست نیم؟ بله دیگر امی انفجار و انتحار و امی جنگ و بیامنیتی که هست نیم امی رحبر از چی از جانب طالب باشه، چی غیر طالب باشه اینا کلشان عالم هستم استاد هستم فروفیسو هستم چرا بیامنیتی رو در افغانستان در کابل ما گیلا گیر نمیکنم؟ سپاس برادر گرامی واقعا نقطه خیلی ارزشمندی را اشاره کردین اگر سوالی نباشد دنبال بکنید برنامه را انشالله صحبت میکنیم در مورد برادر ما نقطه خیلی ارزشمندی را اشاره کرد که کسانی که امروز درگیر جنگ هستند در افغانستان انتحار و انفجار و مسائل دیگر میپردازند اینا عالم هستند واقعیتی هست که اگر کسی از دین آگاهی داشته باشه از دین مقدس اسلام دین اسلام یک نظامی برای زندگی انسان است یک جهان بینی انسانی را با خود حمل می کنه که در این جهان بینی عدالت است مساوات است و احترام است شفقت است سراسر سر اخلاقیات است متاسفانه باور و برداشتی که از دین در جامعه ما وجود داره یک باور برداشت ناقص هم اگر بگوییم شاید بجا باشه بلکه یک باور برداشت کاملا غلط است کسانی که از دین نمایندگی میکنن و یک تصویر خشنی از دین را میکنن اصلا چنین تصویر دین نداره حضرت عبدالله ابن سلام یکی از علمای یهود است در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مسلمان میشه از علمای یهود است پرسانش میکنن که دلیل مسلمانی چی بود میگه من هر طرف که برخوردم در میان مسلمان ها دیدم به یک دیگر سلام میدن السلام علیکم و علیکم السلام سلام چه پیامی داره پیام امنیت و سلامتی به همدیگر در شب و روز بدون در نظر داشته شناخت و عدم شناخت هر گاهی که متوجه شدم یک دیگر تکریم میکنن و عزت میکنن بر همدیگر شفقت میکنن و نوازش میکنن خورتهایشان و کوچکایشان بزرگایشان حرمت میگذارن احترام میکنن و حقوق یک دیگر رعایت میکنن. بر یک از یک دیگر عفو و گذشت میکنن وقتی که خطایی یا اشتباهی صورت میگیره بر هم دیگر ایثار و فداکاری میکنن ایثار و فداکاری که در فرهنگ دینی ما هست در هیچ فرهنگی نیست دین مقدس اسلام یک نظام عقیدتی یک فلسفه عقیدتی بزرگی را می با خود حمل میکنه باورداشتن باورداشتن در رابطه به طبیعت چگونگی احساس تکلیف در مقابل طبیعت باورداشتن در مقابل خداوند در قبال خداوند باورداشتن در قبال طبیعت ار اهدیسه متعدد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم تاکید میکنه شما اگر یک نهال غرس میکنین تا زمانی که اون نهال تازه است پاداشش بر شما میرسه شما یک زندجان هدف نگیرین زندجانی که قصده شکار نداره یعنی میقسم آموزه های اسلامی در تمام ابعاد دین مقدس اسلام یک دین جامع یک جماعت کلان انسانی را به خود حمل میکنه و یک تعادل و اوستیتی را وسعتی ویژه دین مقدس اسلام به خود داره که هیچ گونه خشونت و هیچ گونه انفجار، انتحار، قتل و خونریزی که مرجریان جریان داره با اسلام قطعا رابطه نداره. تحقیقات و پژوهش های علمی را نشان میده. کسانی که عالم هستن، کسانی که محقق و پژوهشگر هستن، این را به گونه علمی درک میکنن که خشونت و افرادگرایی جنگ و خونریزی گذشته زی که با دین اسلام هیچ گونه رابطه ای نداره و هیچ گونه تماسی با دین مقدس اسلام نداره دین بهترین بستر از برای از بین بردن خشونت و افرادگرایی متاسفانه مسلمانایی که دست به قتل و خشونت میزنند دست, دست به جنایات ضد انسانی دیگر میزنند اینا مسلمانایی هستند که نامشان مسلمان است اما از اسلام اصلا آگاهی ندارند با یک سیمای مخصوصی که خود مسلمان معرفی میکنند اصلا ارزش نداره در چوکات فرهنگ واقعی دین مقدس اسلام در فرهنگ عقیدتی و اخلاقی دین مقدس اسلام اصلا هیچ جایگاهی نداره چنین سر و سیمایی که به شکل رنگ دینی میدن و در چشم مردم خدا میزنن بلکه دین مقدس اسلام یک نظام هست که تمام حقوق انسانی را تمام عواطف و احساسات و خواستها و نیازهای انسان تضمین کرده مو یې که ما مسلمانانه زو دور اسیم موضوع چتاګانه هسته ما امید وار هستم که نسل جدید اسلام بشناسه منتظر زینه بشن که ملای مسجد یا یی کسی که مخصوص از دین نمایندگی میکنه فقط همو نمایندگی از دین بکنه هم ما مکلف هستم که دینه بفهمیم تحصیل و درس و آموزشی که امروز داریم خیلی زمینه خوب بر ما مساعد شده که دینه خود مو باید بفهمای مو درک وکونیم یک تماس داریم عبدالباسط برادر بفرمایین السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله محترم خوب باشین سلامت باشین بخیر باشین برادر گرامی استاد محترم من یک سوال داشتم می درباره اتران. نظام اسلامی بفرمایید برادر که سوال من بود که مسلمان ها در می توانند در مورد که یا در امور صلح و امنیت در بین خودشان از غیر مسلمان ها کمک بگیرند اگر میتوانند که از غیر مسلمان ها کمک بگیرند یعنی که نظام خودشان پوره یا کامل نیست و اگر نمیتوانند یا این که خودشان کمک نمیخوایند یک مسئله شما بودین که در افغانستان یعنی مسلمان های افغانستان این یعنی و امنیتی که در بین خودشان بوده با استفاده از قانون و راهنمایی های نظام اسلامی سلو آورده باشه تشکر برادر نقطه خیلی خوبی را شما انشاره کردین <applause> اگر پرسیونه د 10 question په نومبر د همول بکو نه ان شاء الله صحبت میکونیم د دې مورید برادر ما نقطه خېلی ارزښمن دی را مطرح کردن کې مسلمانونه آیا مکلف به یې هستن کې صلحه خودشان اقدام به صلح بکنن یا یی ک کومک بگیرن از دنیای بیرون از غیر مسلمین در روشنی تاکیدات مکرر و زیاده ک دیده شو دیده میشه در خلال آیات و احادیث در مرحله اول مسلمان خودشان مکلف هستند و فرض از بالایشان آیه قرآن کریم اشاره میکنه که این من المؤمنین اقتتلا او اقتتلوا فاصلحوا بینهما اگر دو طایفه از مسلمان ها با هم شما صلح کنید تمام مکلفا مسلمین مکلف هستند به که میان مسلمانان صلح اما زمانی که نیاز می باشه به که غیر مسلمین کمک مسلمان ها را اگر صادقانه غیر مسلمین هم کمک کنند یا منافع مشترک بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها وجود داشته باشه بین دو کشور منافع مشترک وجود داشته باشه دین مقدس اسلام این ظرفیت داره که با غیر مسلمین تعاملات داشته باشه معاهدات و پیمان های استراتژیک و پیمان های در ابعاد مختلف داشته باشه میتونه از غیر مسلمین کمک بگیره و می میتونه غیر مسلمین در مسائل در, در روشنی معاهداتی که داره کمک کنه اما خود مسلمان ها مکلف هستند و واجب از بالایشان که به با موضوع سال میان هم در هر سطحی که می از سطح خانوادگی تا سطح اجتماعی و سطح کشور به موضوع سال اقدام بکنن و میان هم سال تامین بکنن یک تماس داریم برادر ما نیازولی تماس گرفتن بفرمین برادر گرامی سلامت باشین و خیر باشین برادر پرسشتان مطرح کنم ته څنګه موږ چې دا مورستې دې پر څنګه داشتو ما د نړۍ حج اجري نو او ما د نړۍ دې ما دوست امکانین امي سال د نړۍ نه دخ نه کوم دخله شوم باز څو سال چې چانس را دي دي ګوفت نو د مکمکه د سفر کورات ممكنه دا زوري پیسې د ټیټ هوشد حجازینا چې دقیقونه یا حجازینا خاطر نه شي خوړل مشات دلته ساری معلوماته گفتم چې ایس په تاسو نه هم کېدای شي نه دی ولاشه نه نه باشه ما د احتساب خو به ژوند خرابېږي گفتم ما نه آره ام برادر امی پرڅښتانه مش مختصر مختصر تکرار وکنین مه بخښین چې دروست نه گرفتیم سواله په کومه مورخه په ماتریمه او د راغړی مباره حج روانیدونکو دروستاس دغه از نو درسته از نو دا کوم چې من د تخیلاتو تخیلاتو راځم چې ما یې ټول تخیلات را بخونم په خلاص 4 تر ملي کې کوم باندې تخیلاتو 4 سمېږي راځي چې په ټول بایته په واده پښت ماګه مزه د تخیلاتو کار کوی بخونم دغه بوز دا هر څه ممکن ته تغییر کولایږو نه کولایږو دا چې موږ د ځنی پیدا یو څه کار کوو چې علي حزینو هم څه خبره ونه او هم بوز دی یم دغه د مې څه خلک د بل د 40 کلنات پایوان دغه کوم څه څه می شراجینو درست برادر تاسو ته شکور پر سښ خوبره مټرکاردین بعد یو وخت ان شاء الله به شما پاسخ مګیم برنامه را دمبال کوین باز هم خوش آمدید موضوع بحث ما امروز سال و امنیت از نقطه نظر دین مقدس اسلام است اگر پرسش هایی داشته باشین در پیوند به موضوع میتونین با ما در میان بگذارین انشاءالله پاس لازم ارائه میکنیم بیشتر یک سوالی مطرح شد که یکی از دوستان میخواست والدینش به حج روان بکنه پرسش شانی بود که مقدار پولی که پیش پرداخت به برای حج ما تحویل دولت میکنم آیا اگر از این پول استفاده شود و از حج اونا منصرف شویم چگونه هست فکر میکنم در صورتی که ما نیازمند پول باشیم که پنج سال بعد یا چهار سال بعد نوبت والدین میرسه توسط پول اونا رو به حج روان میکنیم حج بالای ما فرض نیست حج زمانی فرض میشه بالای انسان که پول کاملا اضافه از حاجت اصلیش داشته باشه از که اصلی ما شما یکی هست که یک مقدار پولی داشته باشیم که سر از کار بکنیم زمانی که کار و تجارت ما به شکل عادی جریان پیدا کرد و مشکلی در هواید مخارج مصارف ما وجود نداشت یک مقدار پول کاملا اضافی و دور از حاجت اصلی داشتیم باز او را میتونیم اختصاص بدیم برای حج خود ما میریم یا والدین ما میره در صورتی که نیازمندی به پول وجود داشته باشه در راستای به انداختن یا مسائل حوایج دیگر در چنین یک موردی حج بالای ما شما فرض نیست و در افغانستان خیلی مردمی که حج روند حج بالایشان متاسفانه فرض نیست و پول امکاناتی که اونا دارن یک پرسش امین هست که مطرح که اوایدش مورد سوال است و نقطه دومی که امون مقدار پولی که یک فرزند پیدا میکنه با در نظر داشته احترام زیادی که با والدین البته وجود داره اینجا حج فرض نمی باشه که ما روان میکنیم برحال حج زمانی فرض میشه که کاملا از حاجت اصلی ما بیرون یک مقدار پولی داشته باشیم که کفایت مصارف حج بکنه در صورت باز با میتونیم اقدام بکنیم در پیوند به موضوع صلح از دیدگاه دین مقدس اسلام اشاره کردیم به سطح اجتماعی و به سطح سیاسیش در محیط خانوادگی هم بیشتر اشاراتی داشتیم زمانی مشکلات زمانی که مشکلات میان زن و شوهر پیش می آید قرآن کریم در یک آیه به این موضوع تماس گرفته البته ضمن ای که سوره را مختص به عنوان زنها قرآن کریم نامگذاری کرده و در سوره نور هم در یک بخش اعظمی از مسائل احوال شخصی یا مسائل مدنی خانوادگی بحث کرده در یکی از آیات به واضح و صریح میفرمای که و خفتم شقاق بینهما اگر شما خوف دارین شقاق و نفاق را میان زن شوهر فبعثوا حكم من اهله وحكم من اهلها بس بفرستین یا توزیف کنین یک حکمی را از سوی شوهر و یک حکمی را یا مصلحی را از جانب همسر اینها در میان هم بشینند و موضوع به معزله میان زن و شوهر خاتمه بدن خداوند متعال در ادامه از این آیه می که این یرید اصلاحا اگر زن و شوهر خواست باشن مصالحه را میان هم یوفق الله بینهما خداوند توفیق میده خداوند طرفدار به هست که منازعات و کشمکش ها برداشته شود از میان شوهر یوفق الله بینهما خداوند متعال توفیق میده توفیق برقرار میکنه میان اونها در آیه دیگری خداوند متعال اشاره میکنه به اهمیت صلح که لا خیر فی کثیر من نجواهم در خیلی از مجالس پنهانی از اینا خیر نیست وقتی که در میان هم میشینن الا من امر به صدقه مگر کسی که دستور به صدقه میده مجالسی که به خاطر پرداخت صدقه و مساعدت و کمک برگزار میشه الا من امر به صدقه او معروف یا کارهای نیک دیگر او اصلاح بین الناس یا به خاطر مصالحه میان مردم دی ای آیه مصالحه فردی میان مردم مطرح است خانواده با خانواده وقتی که مشاجره میکنه یا یک فردی با فرد دیگر مشاجره میکنه به این موضوع قرآن کریم تماس گرفته در سطح اجتماعی که زمانی که نشستی صورت میگیره پنهانی و یا آشکار به خاطر اصلاح مردم از نشست های خیلی پسندیده هست و در ادامه آی مبارکه خداوند متعال اشاره میکنه که و من یفعل ذالک کسی که نشست های پنهانی یا آشکار به خاطر مصالح میان مردم انجام میده و من یفعل ذالک ابتغاء مرضات الله به خاطر کسب رضای الهی فسوف نؤتیه اجرا عظیما پس ما برایش اجر بزرگی خواهیم پرداخت خداوند متعال در ای آیه تأکید میکنه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در روزگاری که حیاط داشت احوال آمدبرش در یک حدیثی که امام بخاری روایت می کنه دو خانوادها در میان هم در منطقه قبا جنگ کردن و همدیگره با پرتاب سنگ زخمی کردن و زد یک دیگر تهدید کردن <سؤال> رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از مدینه حرکت کرد به سوی قبا تقریبا حدود 5 کیلومتر فاصله از میان قبا و مدینه رفت و میانه دو خانوده آشتی و صلح برقرر کرد و اونارو توصیه کرد به کیه با منازعات و کشمکش ها خاتمه بدن یک تماس دارم تبسم خواهر بفرمایین بله تم اوغوزمردارین خاله گرامی بله و علیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکتہ و علیکم السلام بخرمانخار سلام <applause> استاد ما تبسممستم بخرمانخار اوز تلویزیون تلویزیون اپست وکنین شېلې کې یو سوال داشتم <applause> بله بخرمانخه آی قصت انا که قصت د انا موزی در دنش یک بگرده آیا ما پیش یا درست تشکر پرسش اگر نداشته باشین برنامه رو دنبال شاء انشاءالله پاسخ میگیم به شما خواهر ما پرسش شانی بود که در نمازگاهی وسوسه هایی که به ذهن و فکر انسان خطور میکنه آیا خللی بر نماز وارد میکنه یا نمیکنه خللی بر نماز وارد نمیکنه بلکه اخلاصی که در نیت ما هست یا خوشو و خضوعی که در نماز لازم است باشه به با او یک اختلال وارد میکنه اما بر اصل مشروعیت نماز کدام صدمه وارد نمیکنه زمانی کې موږ رکوع او سجده او قرائت ورکانو نماز په شکل مکمل ش انجام مېدیم واسوسه های شیطانی یا اختلالات درونی کې پښ مشه بر ما عارضی البته در جریان نماز کوم مانعی نيست و په نماز اوसीबी اس نوک دي نظر مشروعیت و صحت نمیرسونه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث کې امام بخاری و مسلم روایت میکنن حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه می که روزی با آن حضرت صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم از ما سوال کرد که آیا شما را ما متوجه نسازم به صدقی که او را خداوند دوست داره نسبت به نماز و نسبت به روزه و نسبت به هر نوع صدقی دیگر ما گفتیم بله یا رسول الله ما را هدایت کن بر چنین موضوع آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود که مصالحه کنید میان مردم زمانی که میان هم عداوت و خشونت میورزن یا هم زمانی که به فساد و تباهی میان هم میپردازند تصلح بین الناس اذا تباغدو و او اذا تفاسدو مصالحه کنید میان مردم وقتی که به خشونت و غضب او مشهور میونه هم میپردازنه یا هم می په فساد او تباهی میپردازنه فساد او تباهی در سطوح پایینش ای هسته که دو شخص در میان هم جنگ میکنن یک دیګره لټوکوب میکنن یا دیګره طعن او تشنیو او ناسزا میگوین در سطوح بالاترهش فساد او تباهی ای هسته که مسلمان خون مسلمان بریزانه زمونه که فساد او تباهی در س... در هر سطحی که باشه اصلاح میونه مسلمانانو یا مصالحه میونه مسلمانانو برای کسانی که اهل خبره هستند کسانی که آگاهی و مسئولیت در قبال جامعه دارن فرض است و در روز قیامت مورد بازپرس الهی قرار می گیرن. کسانی که از فساد و تباهی مبنی بر قتل خونریزی که امروز جریان داره به جهاد تعبیر میکنن یک قرائت نادرست و یک باور و برداشت غلطی هست که ما باید بین جهاد فی سبیل الله و بین فساد فی الارض تفکیک بکنیم جهاد به به خاطر اصلاح و امنیت است فساد به خاطر قتل خون ریزی بر حال یک تماس داریم فکر می کنم تماس ما قطع شد البته موضوع صلح میان مسلمین و میان انسان ها از موضوعات اخلاقی اجتماعی ویژه هست که در آیات و احادیث متعدد به این تأکید شده و مسلمان ها یگانه گروهی هستن، یگانه مردمی هستن که پرچم صلح و مصالحه و امنیت باید بلند بکنن موضوع از که یک تیدات احادیث و آیاتی مانده فردا هم در پیوند به این موضوع بحث میکنیم امیدوار هستیم فردا هم با ما باشید از اینکه امروز برنامه ما خاتمه یافته اینجا از همراهی و علاقمندی شما یک جهان سپاس برنامه ما در امین جا خاتمه میافت شما را به خداوند یکتا و لایزال می سپاریم